ترابی میزنه به توی دروازه دست کرده. شادی بعد از گل با طعم شعاری سیاسی. مهدی ترابی میگوید دلش با رهبر ایران است. منتقدان میگویند میدان فوتبال جای تعظیم به قدرت نیست. در 60 دقیقه میپرسیم ورزش محلی برای رقابت یا جایگاهی برای موضع گیری سیاسی. همچنین در برنامه امشب کابل میزبان مقام های ارشد آمریکا. مارک اسپر میگوید خروج سربازانش از سوریه به معنای خروج آنها از افغانستان نیست. بعد از 5 روز اعتراض در لبنان دولت اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد. نخست وزیر میگوید پولهای غارت شده به کشور برمیگردد. و فعالیت زنان در حوزه مدیریت سرمایه چقدر زمینه برای حضور زنان در عرصه سرمایه گذاری فراهم است؟ نوازی ریچل ویلسون در برنامه امشب. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. به ثمر رساندن یک گل در بازی پرهیجانی مثل فوتبال لحظه است احساسی، لحظه اوج توجه ها. یک فوتبالیست در ایران بلافاصله بعد از گل زدن این عبارت را بر زیر پوش سفیدش نشان داد: تنها راه نجات کشور اطاعت از رهبری. استفاده از فوتبال برای فریاد زدن یک شعار سیاسی کم سابقه نیست، ولی همین حرکت طوفانی از انتقاد و موجی از همراهی به پا کرده. موج همراهی بیشتر از طرف اعصاب قدرت و طوفان انتقاد بیشتر در شبکه‌های اجتماعی. همین اواخر حرکت یک فوتبالیست موجی دیگر به پا کرد، ولی برعکس، اکثر اصحاب قدرت انتقاد کردند و عمده کاربران عادی ابراز همدلی. کمی بعد از ماجرای دختری که خود را همزمان با جنجال‌های حضور زنان در ورزشگاه‌ها آتش زد. کجا میتوان از فوتبال یا ورزش بهره سیاسی برد؟ معیار همراهی یا مخالفت با چنین حرکت‌هایی چیست؟ گزارش داریم از پوریا جعفری. دقیقه 19 بازی پرسپولیس و پیکان از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران. توی دروازه. دروازه پیکان باز. در یک استادیوم خالی مهدی ترابی مهاجم پرسپولیس بعد از اینکه شوتش تبدیل به گل می‌شود این گونه جلو افتادن تیمش را جشن می‌گیرد با پیامی سیاسی به دو زبان فارسی و انگلیسی برای دوربین‌های تلویزیون. بازیکنی که تا قبل از این لحظه یکی از کم حاشیه ترین های پرسپولیس و تیم ملی بود. ترابی که بعد از چندین سال پای ثابت تیم ملی بودن در اردوی آخر جایی نداشت، دلیل حرکت بحث برانگیزش را این گونه توضیح می‌دهد. من آدم سیاسی نیستم، آدم ورزشی هستم. به عنوان یه آدم ورزشی این کار اولا کار کاملا دلی بود. به عنوان یه آدم ورزشی متوجه این موضوع شدم که الان کنارا نگاه کشورم تو سطح دنیا اتحاد رهبری می‌کنه. شعار مشابهی امروز در بازی تیم‌های سایپا و استقلال در کرج از طرف فدراسیون فوتبال ایران در استادیوم نصب شده بود. این اولین بار نیست که بازیکنان فوتبال در ایران از مضمون‌های سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کنند، مثل همین چند وقت پیش که استقلالی‌ها با پوشیدن این پیراهن‌ها از سحر خدایاری یکی از طرفدارهایشان یاد کردند، که البته تلویزیون ایران تصمیم گرفت این مسابقه را با تأخیر پخش کند تا این تصاویر دیده نشوند. به تازگی در فوتبال بین‌المللی هم چنین اتفاق‌هایی را دیدیم. وقتی بازیکنان تیم ملی ترکیه دو بار در یک هفته به حمایت از حمله ارتش کشورشان به کردهای سوریه سلام نظامی دادند. مسئله‌ای که مقامات فوتبال اروپا در حال بررسی آن هستند و احتمالاً مجازات‌هایی را برای تیم ملی ترکیه در نظر خواهند گرفت. در روزگاری که فیفا علاقمندان فوتبال می‌خواهند این ورزش را از سیاست و رفتارهای تبعیض‌آمیز دور نگه دارند، آستانه تحمل مطرح شدن چنین مسائلی پایین آمده است. مثل همین هفته پیش وقتی مهمترین مقامات فوتبالی بلغارستان به خاطر رفتار نژادپرستانه هوادارانشان مجبور به استعفا شدند. اهالی فوتبال شدید در تلاشند با جنجال‌های غیر ورزشی قاطی نشوند. پوریا جعفری، بی بی سی.
پویا قربانی همکارم همینجا در استودیو با ماست. پویا، مثل خیلی از موارد دیگه وقتی که شبکه‌های اجتماعی رو باز می‌کنیم بحثی بسیار پردامنه و داغ در گرفته. جمال، این گفته مهدی ترابی که گفته بود این کارم دلی بوده و من آدم سیاسی نیستم و چیزی متوجه شدم که می‌خواستم اینو به مسئولان گوشزد کنم، همین کافی بود که یک فضای خیلی دو قطبی رو در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنه. عده‌ای که بسیار از او تمجید و تعریف می‌کنن، گل او رو به عنوان گل بصیرت یاد می‌کنن ازش و آرزو می‌کنن که مقامات دولتی شعورشون به اندازه مهدی ترابی باشه. البته خب این توییت‌ها رو میشه جور دیگه هم برداشت کرد، اما خب قضاوت رو می‌ذاریم به عهده مخاطبا. از اون طرف کسایی هستن که میگن که این یک چاپلوسی تمام عیاره و در حقیقت مدح قدرت گفتن. اینجوری نمیشه که توی بغل حکومت بیفته مثلا یک چهره اجتماعی، هنرمند یا ورزشکار. ولی خب خیلی زود مقایسه شد این کار مهدی ترابی، این پیراهن نوشتش، با یکی از آخرین پیراهن نوشته هایی که در شبکه‌های اجتماعی بسیار دست به دست شده بود، اونم و اونم روی پیراهن کاپیتان استقلال بود. سحر خدایاری رو با قلبی آبی وریا غفوری ازش یاد کرده بود، پس از اون که ما به یاد داریم بعد از تلاشی که می‌خواست بکنه برای ورود به استادیوم، پرونده قضایی براش تشکیل شد و خودسوزی کرد و درگذشت. این مقایسه خیلی دامنه دار شده در به خصوص توییتر. عده‌ای کار وریا غفوری رو یک کار ماندگار توصیف کردن و در حقیقت این تعریف و تمجید ترابی رو گفتن که مثل یک کف روی آبه که به زودی فراموش میشه. ولی خب بعضی هم هستن که افتادن توی به قولی حالا دام استقلال پرسپولیس و اون کلکل قدیمی سرخ آبی. ولی یکی از هواداره استقلال توییت کرده بود که بابا این که دارید هی گوگل میکنید که آیا یه بازیکن استقلال هم این کارو قبلا کرده، اصلا موضوع این نیست، اگر یه استقلالی هم این کارو کرده بود اشتباه بود، حالا از نظر این مخاطب. ولی از اون طرف باز این دو قطبی رو ماهی داریم، میریم این ورش و میایم این ورش. عده‌ای میگن که آقا شما چرا استاندارد دوگانه داریم؟ پس چطور موقع که مثلا علی کریمی و بچهای تیم ملی تو اوج جنبش سبز سال 88 مچبند سبز بستن همه تعریف کردن ازشون، یا مثلا همین وریا غفوری ازش تعریف میکنین، اما حالا مهدی ترابی آزادی بیان، آزادی ابراز عقیده رو نداره که حالا نظر شخصیشو بده. اما خب اینجا بلافاصله باز دوباره میان میگن که آقا این نظر شخصی نیست، این به هر حال خب خیلی کم هزینه است که طرف از به هر حال شخص اول مملکت حمایت یا تمجید کنه. اما همینجا باز دوباره یه عده هشدار دادن که نکنه اون اتفاقی که برای مثلا امثال امین حیایی و علیرام نورایی و الهام چرخنده افتاد که یه جوری انگار بایکوت هنری شدن اینها، فوتبال مهدی ترابی هم تموم شه. به هر حال یک دو قطبی خیلی شدید حکم فرماست. یکی از اظهار نظرهای جالبم ابی کرده بود، خواننده پاپ ایرانی که خیلی طرفدار هم داره، گفته بود که هیچ کشوری رو یک نفر به تنهایی نجات نمیده، به خصوص که اون یه نفر در تمام راه سقوط یک کشور بر اون تسلط داشته باشه، و معتقد ابی که ورزشکار و هنرمند متعلق به مردم، فقط و فقط مردم. ممنونم از پویا قربانی. اما پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی و عضو هیئت تحریریه ایران وایر از وین اتریش با ماست. آقای یونسی پور، پویا هم اشاره کرد یه بحث را افتاده، یک طرف انتقادهای تند، طرف دیگه هم همراهی. در موارد گذشته هم همین طور بوده، فضا دو قطبی شده. دلیل شکل گرفتن این فضا و دلیل این بحث ها چیه؟ ببینید، قبل از این که اصلا وارد این فضای دو قطبی بشم که خب زیاد هم سازنده نیست، اجازه بدید که من یه نگاهی بندازم اصلا به این آلوده شدن، نمیگم آمیخته شدن، فوتبال با سیاست، که از زمان آدولف هیتلر که نگاه بکنیم، از زمانی که دستور میده که زمانی که سرود ملی آلمان نازی پخش میشه همه باید اون سلام
هایل هیتلر رو اجرا بکنن. آقای موسولینی رهبر ایتالیا فرمانده ارتش خودش رو رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیای فاشیست میکنه و در حقیقت زمانی که همیشه به اردوی تیم ملی ایتالیا میرفت سخنرانی میکرد و میگفتش که شما برای روح من دقت کنید، میگفت برای روح من بازی میکنید. صدام حسین بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق رو جمع میکرد قبل از اینکه با تیم ملی ایران بازی بکنن و خانواده هاشون رو گروگان میگرفتش. این حرفیه که عمو بابا سال 1999 سرمربی پیشین و فقید تیم ملی عراق بس سامی جابر گفته بود. شما همین مسئله رو که نگاه میکنین میبینین این نظام‌های به هر حال که شباهت دارن به نظام‌های دیکتاتوری از اروپا حرکت میکنن و میان به سمت خاورمیانه و اینجا همچنان باقی میمونن به خاطر اینکه همچنان نرسیدن به اون دموکراسی. یه مثال ساده برای شما بزنم، آیا مثلا امروز میتونیم مثلا تصور بکنیم که هری کین بازیکن تیم ملی انگلستان بعد از اینکه گل میزنه پیراهن خودش رو مثلا بده بالا و مثلا حمایت کرده باشه از طرح برگزیت مثلا بوریس جانسون و مثلا اگر میخواهید بریتانیا به سعادت برسد باید از بوریس جانسون مثلا پیروی بکنید. این اتفاق وقتی که میاد در ایران هم شکل میگیره، همین دو قطبی که شما میفرمایین وقتی وارد بحث استقلال پرسپولیس میشه اصلا دیگه کمک نمیکنه به این مسئله که ما نگاه بکنیم که واقعا این یک حرکت خودجوش بوده از سوی مهدی ترابی. چند روز پیش ما مسئله شجاع خلیلزاده رو داشتیم که توی اینستاگرامش مثلا یه پستی گذاشت که یه مقدار مشکوک به نظر میرسید، نه سالگرد آقای حججی بود نه هیچ اتفاق دیگه، ولی به نظر میرسه که این آلودگی همچنان وجود داره. خب خیلی ها سعی کردن که یا حق خودشون دونستن که ابراز نظر کنن، مثلا آقای رضازاده نمونش، یا عکسای داشتیم از یکی از بازیکنان فوتبال که یک شعار مذهبی رو بر روی پیراهن خودش نشون میداد. در هر صورت چه اشکالی داره اگر کسی واقعا میخواد به این شکل وارد عمل بشه، میخواد مثلا همراهی ولو با یک فرد قدرتمند بکنه، چرا باید جلوشو گرفت؟ ببینید بحث جلوگیری نیست، با شعائر مذهبی کاری ندارم. فکر میکنم اصلا این احترام باید قائل بشیم. حتی یه مقداری با فدراسیون جهانی فوتبال هم شخصا خودم این زاویه رو دارم که اگر کسی میاد مثلا از رهبر مثلا مسیحیت و مورد علاقه خودش مثلا در یک بازی تمجید میکنه و برخورنده نیست مثلا به تشیع یا تسنن، ایرادی نداره. اما به شما در مورد آقای رضازاده مثال زدم. آقای رضازاده بعد از اینکه روی سکوی قهرمانی میرن و عکس آیت الله خامنه ای و بالای سر میارن، ببینین به چه مدارجی میرسن. مهدی مهدوی کیا و علی کریمی بعد از اینکه مچبند سبز میمدن، نوابغ فوتبال ایران، در فوتبال بایکوت میشن. وریا غفوری از اردوی تیم ملی حالا روایتی وجود داره که حذف میشه. حتی پیشکسوت باشگاه استقلال در زمان خودش انتقاد میکنه که وریا غفوری مگه از سیاست چیزی میفهمه. آقای پرویز مظلومی که میادش در مورد مسئله مثلا مسائل اقتصادی و سیاسی اظهار نظر میکنه، آقای پرویز مظلومی آیا امروز این صحبت رو در مورد آقای مهدی ترابی میتونین انجام بدید که آیا تو مثلا از سیاست سر رشته ای دارید؟ مسئله اینه هزینه‌ای که کسی برای حمایت یا عدم حمایت داده چقدر بوده. تفاوت بین مهدی مهدوی کیا، وحید و علی کریمی با و همینطور وریا غفوری و مسعود شجاعی با مثلا حسین رضازاده و مهدی ترابی چقدر هست؟ فیفا خیلی تلاش داره که عرصه فوتبال رو از گرایش های سیاسی، موزگیری های سیاسی دور نگه داره. ما این روزها غیر از ایران نمونه ترکیه رو میبینیم، در جاهای دیگه هم نمونه های مشابه کم نیست در همین اروپا. میشه گفت که این تلاش موفق خواهد بود؟ اصلا یک تلاش موجهی وقتی که عملی نیست؟ سخنرانی کمتر از یک هفته پیش آقای جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال نشون میده که عملا داره میگه نه ما داریم شکست میخوریم. میگه که من یه طرح زمانی که توی یوفا معاون بودم یه طرحی دادم برای مقابله با نژادپرستی، برای مقابله با نفوذ بیش از حد سیاست به ورزش و بعد اومدن منو وادار کردن که برای اینکه جلوگیری بکنیم از نفوذ سیاست به فوتبال با دولت‌ها قرارداد ببندیم و در حقیقت اگر ما اون قرارداد و یوفا میبست خودش زیر مجموعه دولت‌ها و حاکمیت‌ها میشد. این کار ساده‌ای نیست. یعنی فدراسیون جهانی فوتبال اگر بخواد واقعاً پایبند باشه به همون شعار جدایی سیاست از فوتبال، نه تنها بسیار تنها خواهد شد، بسیار تنها تر از اینی که هست خواهد شد که حتی قدرت اجرا شدنشو نداره. ناگهان یک ائتلافی ممکنه به وجود بیاد. الان داریم میبینیم بلغارستان حالا اتفاقاتی میفته، ضعف داره، قدرتی نداره، ولی اگر آقای اینفانتینیو نمیتونه جلوی ایتالیا وایسه. همین الان داریم میبینیم با وجود اینکه اصرار می‌ورزه که ایتالیا باید پای خودشو هم در مسئله نژادپرستی و هم در زمینه سیاست بیرون بکشه از فوتبال، ولی داریم می‌بینیم همچنان اون اتفاقات هست در خاورمیانه بسیار شدیدتر.
ممنونم از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین اتریش با ما. وزیر دفاع آمریکا در سفری به کابل به افغان‌ها اطمینان داد که خروج سربازان آمریکایی از سوریه به معنای این نیست که سربازان آمریکایی از افغانستان هم خارج خواهند شد. مارک اسپر در یک نشست خبری در کابل گفت که مستقل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تعهد آمریکا در این کشور درازمدت است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بخش کلیدی از توافق در مذاکرات آمریکا و طالبان بود که تاکنون به سرانجام نرسیده. در همین حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم در سفری به کابل از ادامه تعهدات کشورش به افغانستان خبر داده. علی حسینی گزارش می‌دهد. سومین سفر مقام‌های ارشد آمریکایی به افغانستان در یک هفته گذشته. این بار مارک اسپر وزیر دفاع. او گفته آمریکا می تواند شمار نیروهایش در افغانستان را از حدود 14000 نیرو به 8600 کاهش دهد، بدون اینکه بر مبارزه با تروریسم تأثیری داشته باشد. البته در صورت توافق با طالبان این نیروها خارج می شوند. وزیر دفاع آمریکا در کنار وزرای دفاع و داخلی افغانستان و فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور گفت برای دستیابی به صلح در افغانستان مبارزه با تروریسم همچنان جدی است. عملیات ضد تروریستی برای ما همچنان مهم و حیاتی است. برای رسیدن به صلح و اطمینان از اینکه سازمان‌های تروریستی در افغانستان پناهگاه امن نداشته باشند. من از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای بی‌طرفی سیاسیشان و نیز تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری اخیر تشکر می‌کنم. مستقل از اینکه نتیجه انتخابات چه باشد، همکاری امنیتی ما با افغانستان قوی خواهد ماند. مأموریت ما در مقابله با تروریسم تغییر نکرده و همچنان به تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ادامه خواهیم داد. نیروهای تحت امر این چهار نفر اما تا کنون نتوانستند دست طالبان را از جنگ کوتاه سازند. این هم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با 8 عضو عالی رتبه این مجلس در کابل. خانم پلوسی گفته کشورش نمی‌خواهد افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریسم تبدیل شود. از این رو می‌خواهند وضعیت را از نزدیک تحت نظر داشته باشند تا تلاش‌های دو کشور در مبارزه با تروریسم هماهنگ ادامه یابد. همزمان با سفرهای مقامات ارشد آمریکایی به افغانستان، زلمه خلیلزاد مهمترین مقام این کشور در مذاکرات با گروه طالبان سفرهای متعددی را آغاز کرده. وزارت خارجه آمریکا گفته که آقای خلیلزاد به بروکسل، پاریس و مسکو سفر می‌کند تا با مقام‌های ناتو، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، روسیه و چین حمایت از تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در افغانستان را بررسی کند. آقای خلیلزاد در تلاش از سرگیری مذاکراتی است که 1.5 ماه پیش از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا متوقف شد. ترامپ میگوید نمیشود طالبان هم جنگ کنند و هم مذاکره. طالبان اما نشان دادند که هم جنگ کردند هم 9 دور مذاکره 10 ماهه. این گروه خواهان از سرگیری مذاکرات است و در عین حال گفته تا زمان خروج نیروهای آمریکایی دست از سلاح بر نمی دارد. مذاکرات صلح افغانستان به احتمال زیاد پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. مذاکراتی برای پایان دادن به جنگ مرگبار با روزانه 10 ها قربانی. علی حسینی، بی بی سی، کابل. اولین گروه نظامیان آمریکایی از سوریه خارج و وارد عراق شدند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که آمریکا قرار است حدود 100 نفر از نیروهای خود را در سوریه نگه دارد تا از ذخایر نفت شمال شرق سوریه حفاظت کنند و همچنین مواظب جان گرفتن دوباره داعش باشند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در توییتر خروج نیروهای کرد از شمال سوریه را اقدامی هوشمندانه توصیف کرده و گفته ما به کردها وعده نداده بودیم که تا 400 سال برای دفاع از آنها در منطقه بمانیم. همکار مهرداد فرهمند از مرز سوریه و ترکیه با ماست. مهرداد، از تازه‌ترین‌ها بگو امروز اونجا چه اتفاقایی در حال رخ دادن بوده؟
امروز نشانه هایی در شهر رأس‌العین در آن سوی مرز دیده شد، حاکی از اینکه همچنان این شهر توش شبه نظامیان کرد حضور دارند و فعالند، گرچه عقب نشینی این شبه نظامیان از شهر هم ادامه داشت. دیروز 86 خودروی حامل شبه نظامیان از این شهر خارج شد، امروز بین 20 تا 30 خودرو. ولی همچنان اونطور که ارتش ترکیه میگه، تک تیراندازهای شبه نظامی کرد حضور دارند در شهر و صدای تیر اونها هم در این سوی مرز شنیده میشه. و اینکه در زیر این شهر تقریبا شهر دیگری هست، یعنی به اندازه چند کیلومتر تونل کنده شده، تونل هایی که خیلی هم مستحکم بتونی است، نه اینکه فرض بکنید سوراخی در زیر زمین باشه، و سرشار از مهمات. و این یافته ها نشون میده که اگر که بخواد درگیری دوباره شروع بشه و این آتش بس کنونی تمدید نشه، آتش بسی که کمتر از 24 ساعت به پایانش مونده، در اون صورت مانند تل ابیض رأس‌العین شاید به این سادگی سقوط نکنه و درگیری در اونجا مدت طولانی تری ادامه پیدا بکنه. و همچون رو که اشاره کردی، در همزمان در بخش دیگری از همین مرزها در گوشه شمال شرقی سوریه نخستین گروه نظامیان آمریکایی خارج شدند و امروز در شهر قامشلی وقتی که این نظامیان داشتن از اونجا خارج می شدند، مردم محلی به سوی اینها گوجه فرنگی گندیده و سنگ پرتاب کردند، به این نشانه، به نشانه این اعتراض که پشت اونها رو خالی کردند و اونها رو تنها گذاشتند در برابر ارتش ترکیه. اشاره کردی که خب شهری در زیر این شهر هست، حال و هوا و فضا رو وقتی میبینیم، آیا به سمتی پیش میره که آقای اردوغان بتونه طرح خودش رو عملی بکنه، در عرض 400 کیلومتر 32 کیلومتر پیشروی بکنه، یا اینکه بعد از آتش بس ممکنه درگیری هاش شدیدتر بشه؟ این منطقه 400 کیلومتری به طول 400 کیلومتر الان مسئله‌ای که توش هست اینه که با ورود ارتش سوریه و حمایت ارتش روسیه از اون، این جغرافیا توش تغییرات ایجاد شده. برای نمونه شهر عین العرب یا کوبانی که در این جغرافیا قرار داره، اونجا ارتش سوریه رفته مستقر شده. در قامشلو که خیلی مهمه، به هم برای ترکیه، هم برای سوریه و هم برای کردها خیلی مهمه، در اونجا هم الان ارتش سوریه مستقره، در حالی که قامشلو هم در همین محدوده ای هست که توش قراره که آقای اردوغان توش منطقه امن ایجاد بکنه. بنابراین از چهار شهری که در این منطقه هستند، دو تاش که تل ابیض و رأس‌العین باشه، تبدیل خواهد شد عملا به تنها جاهایی که آقای اردوغان بتونه که این طرحش رو پیاده بکنه، طرح منطقه حائلش رو. و این اون چیزی نیست که خواستار اون بود، یعنی اون او رو به خواسته 400 کیلومتریش و خواسته پاکسازی کامل پشت مرزش از شبه نظامیان کرد نخواهد رساند. در نتیجه آنچه تعیین کننده خواهد بود این است که بتونه به توافقاتی برسه با روسیه، که این چنین توافقات اگر انجام بشه فردا خواهد بود در شهر سوچی. و پس از پایان گفتگوهای آقای پوتین و آقای اردوغان در این شهر خواهد بود که سرنوشت این آتش بس تعیین خواهد شد، ساعت 9 شب به وقت ترکیه، زمانی که 120 ساعت آتش بس پایان خواهد یافت. ممنونم از مهرداد فرهمند، همکارم در مرز ترکیه و سوریه با ما. دولت لبنان در واکنش به اعتراض‌های گسترده وعده اصلاحات اقتصادی داده، اصلاحاتی که امروز به تصویب کابینه رسید. سحرری نخست وزیر در یک سخنرانی گفت دولت تصمیم گرفته مالیات‌ها افزایش پیدا نکند. در عوض در اقدامی نمادین حقوق مقام‌های ارشد فعلی و پیشین نصف خواهد شد و کسری بودجه 3.5 میلیارد دلاری کشور هم به کمک بانک‌ها جبران می‌شود. با این حال اعتراض‌ها در بیروت و دیگر شهرها ادامه پیدا کرده. معترضان می‌گویند این اصلاحات ناچیزند و لبنان نیازمند تغییرات اساسی و اقتصادی بنیادین است. باران عباسی گزارش می‌دهد. بیروت مقابل دفتر نخست وزیری. برای شنیدن سخنان سعد حریری اینجا جمع شدند. فریاد دروغگو دروغگو در واکنش به وعده نخست وزیر به اصلاحات اقتصادی.
ما خیابونا رو ترک نمی کنیم. خواسته ما سقوط این رژیمه. ما یک کلمه از حرفهای حریری رو باور نمی کنیم. نه من نه هیچ کس دیگه. واکنشی که به نظر نمی رسد خوشایند نخست وزیر باشد. سعد حریری در سخنانش وعده تغییر داد. گفت صدای مردم را شنیده و قصد خاموش کردن معترضان را ندارد. هدف از این تصمیم این نبوده که مانع مردم در نشان دادن خشمشان بشویم. تصمیم در این باره به عهده خود شماست و هیچ کس برای شما محدودیت زمانی تعیین نمی‌کنه. کمی پیشتر هیئت وزیران در جلسه ای به ریاست رئیس جمهوری اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر را تصویب کرد. اصلاحاتی که حقوق مقام‌های ارشد فعلی و پیشین را نصف می‌کند. از بانک‌ها درخواست بیش از 3 میلیارد دلار وام خواهد کرد. بخش مخابرات را خصوصی می کند و صنعت تولید و توزیع برق را بازسازی. وعده هایی که به نظر نمی رسد آتش خشم مردم را خاموش کند. خشم از کندی رشد اقتصادی و بدهی بالا. از فساد مالی مقام ها و قوانین ریاضت اقتصادی. و از خدمات ضعیف دولتی و مدیریت ناکارآمد شهری، که قطعی برق و زباله های انباشته در خیابان ها را به بخشی از زندگی روزانه تبدیل کرده و صدها هزار نفر را در 5 روز گذشته به خیابان های بیروت و شهرهای دیگر کشانده. مشکلاتی که تقسیم بندی های قومی و مذهبی بین این مردم را کم رنگ تر کرده. در کشوری که جایگاه مردم و سیاستمداران با سنی، شیعه یا مسیحی بودن تعریف می شود، برای معترضان مهم تنها اتحاد در مقابل رهبران است. در خیابانهای بیروت این روزها همه لبنانی اند. باران عباسی، بی بی سی. رای دهندگان کانادایی از ساعتی پیش برای انتخاب نمایندگان مجلس و نخست وزیر پای صندوق رای رفتند. بر اساس نظرسنجی ها دولت حاکم از حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو در رقابتی بسیار نزدیک با حزب محافظ کار قرار داره. از تورنتو بهمن کلباسی گزارش میده. یک شنبه بازار پاییزی چند ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری انتخابات کانادا در یکی از حوزه‌هایی که رقابت میان دو حزب لیبرال و محافظه‌کار بسیار نزدیک است و بعضی رأی دهندگان همچنان مردد. یکم تصمیم گیری مشکله. از این طرف میخوام به حزب سبز رأی بدم چون نگران تغییرات اقلیمی و آینده بچه‌هام هستم. از طرف دیگه میترسم رأی ها بشکنه و انکار کنندگان تغییرات اقلیمی رأی بیارن. خیلی ها که چپ هستن نگرانن حزب محافظه‌کار رأی بیاره. برای همین اینجا به مریم از حزب میانه رو یا همون لیبرال ها رأی میدن. منظور او از مریم، مریم منصف، اهل افغانستان و متولد ایران که در 11 سالگی با خانواده‌اش به کانادا پناهنده شد. خانم منصف 4 سال پیش از حزب لیبرال به مجلس راه یافت و در دولت آقای ترودو وزیر هم شد. حالا حامیانش در دفتر انتخاباتی او سخت در تلاشند تا انتقادها از عملکرد 4 سالی دولت لیبرال سبب ریزش آرا و شکستش نشود. او همچنین الهام بخش دیگر زنان کانادایی اهل افغانستان هم شده است. سارا بدیعی یکی از آنهاست. او درگیر رقابتی نفسگیر برای راه یافتن به مجلس از حوزه انتخابیه‌ای در نزدیکی شهر ونکوور است. مادرم از کابل بود، پدرم از هرات، اما من خودم ایران به دنیا آمدم. من اینجا کانادا 10 سالم بود وقتی که آمدیم، درس مهندسی رو خوندم و بعد از چندین سال کار با صلیب سرخ و دکترای بدون مرز خواستم توی سیاست بیام. مردم اینجا خیلی کمک کردن با ما، مخصوصا جامعه ایرانی افغانی و مخصوصا محیط زیست و هر کاری که میتونیم بکنیم که زندگی رو ارزان‌تر بشه برای مردم. این چیزایی هستن که برای مردم خیلی مهم هستن. گران‌تر شدن زندگی و تخریب محیط زیست مسائلی که برای مردم پرجمعیت ترین شهر کانادا و حومه آن هم در اولویت است و دو نماینده ایرانی تبار مجلس از این منطقه برای ماندن در کرسی‌های نمایندگیشان در مجلس کانادا نه فقط به رأی ایرانیان که به حمایت مجموعه رنگارنگی از اقلیت‌های قومی و مذهبی نیاز دارند.
در قسمت اول حرکت انتخاباتی تمام این حوزه ها رو میرن و با مردم صحبت میکنن. مجید جوهری از حزب حاکم لیبرال با رقابتی سخت از سوی نامزد یونانی تبار حزب محافظه‌کار روبروست. ایرانی ها حدود بگیم 10 تا 12% این منطقه رو تشکیل میدن. مهمترین چیز اینه که من تو دوره 2015 و امیدوارم که در 2019 رأی که میارم از تمام مردم این منطقه میارم، فقط از ایرانی ها نیست. و یکی از خصوصیت های نماینده هایی که یک مقدار فرهنگی دارن اینه که اون تنوع فرهنگی میتونه تبدیل به یک نقطه قوت بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه درکی که یک شخصی مثل من بعد از 40 سال زندگی در کانادا داشته و هنوز اصلیت فرهنگش رو درک میکنه، اون قوت شناخت رو میده که شما چجوری راحت تر بتونی با فرهنگ‌های دیگه کار بکنی، مخصوصا توی رایدینگی مثل یا حوزه انتخاباتی مثل حوزه انتخاباتی ریچموند هیل که حدود 46% دایورسیتی داره، یعنی 46% مردم اینجا از نژادهای مختلف هستن. حمایت از حزب حاکم در محله‌ای که علی احساسی نماینده آن است کمی بیشتر است و اطمینان او به پیروزی هم بالاتر. اما آقای احساسی هم در برابر پرسش‌های متعدد در مورد وعده‌های 4 سال پیش به ویژه از سوی جامعه ایرانی قرار دارد. از آسان‌تر شدن مهاجرت تا بهبود روابط ایران و کانادا. اول که انتخاب شده بودم اشخاص مختلف تشریف می‌آوردن، همسری داشتن در یک کشور دیگه. در اون مقطع زمانی تقریباً 5 سال یا بالغ بر 4 سال طول میکشید تا بتونن همسر خودشون رو بیارن اینجا. در این مورد به خصوص الان شده نصف اون، یعنی کمتر از 2 سال. یکی از وعده‌هایی که حزب شما داد و انتظاری که بعضی از ایرانی‌ها اینجا دست کم در تورنتو داشتن این بود که روابط کانادا و ایران بهتر بشه و حداقل سفارت ها مگه باز نمیشه کنسولگری باز بشه که خدمات کنسولی بتونن بگیرن ایرانیانی که در کانادا هستن. 4 سال بعد این اتفاق نیفتاده، چرا و آیا ممکنه در 4 سال آینده که همچنان در قدرت بمونین یه همچین تحولی رخ بده؟ در این نشست هایی که بین کانادا و ایران بود هیچ دولت ایران به نظر کانادایی ها جدی نمی آمد که مسائل مختلف رو سعی کنن حل بکنن. بعد نهایتا متاسفانه مسئله فوت مرحوم سید امامی بود که واقعا ناراحت کننده بود و این واقعا ممانعت کرد که این رابطه بتونه از لحاظ کنسولی حداقل بهتر بشه. از وضعیت اقتصاد تا نگرانی‌ها در مورد تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست و حتی پیامدهای دیپلماتیک آنچه در زندان اوین می‌گذرد می‌تواند بر انتخابات امروز کانادا تأثیر بگذارد. شمارش آرا تا بامداد سه‌شنبه مشخص خواهد کرد که آیا جاستین ترودو و همحزبی‌هایش از جمله کاندیداها و نمایندگان فارسی زبان در مجلس و قدرت می‌مانند یا نه. بهمن کلبسی، BBC، شهر تورنتو. و حالا نوبت میرسه به بخش ویژه 100 زن در 60 دقیقه امشب. به سومین برنامه از ویژه برنامه 100 زن خوش آمدید. این برنامه 2 روز دیگه هم ادامه داره. سالهاست که در بسیاری از نقاط جهان حضور بیشتر زنان در عرصه سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه‌های تجاری راه رو برای رسیدن به آینده‌ای برابر با مردان هموار کرده. حالا زنان فعال در حوزه مدیریت سرمایه مبتکر شیوه‌های نو در سرمایه گذاری هستند و بسیاری از شرکت‌ها خواهان بکارگیری این روش‌ها. شیدا هوشمندی در گزارشش با رکسانا وزرا، کارآفرین و سرمایه گذاری ایرانی گفته که گفتگو کرده و از خانم ورزا درباره دورنمای فعالیت زنان در حوزه مدیریت سرمایه پرسیده. زنان ثروتمند در تاریخ کم نبودند. از کلئوپاترا تا کاترین کبیر، از اپرا وینفری تا ملیندا گیتس و یانگ هویان، تا مادر و دختر صاحب لورئال، شرکت محصولات آرایشی و بهداشتی فرانسوی، ثروتمندترین زنان جهان. فهرست زنان ثروتمند را میتوان باز هم ادامه داد. زنانی که راهی دشوار را برای ایستادن در این جایگاه طی کرده و حالا به آینده‌ای متفاوت چشم دوختند. You'd
دهه هاست که زنان دیگر تنها مشغولیتشان رسیدگی به امور داخل خانه نیست. پای بسیاری از زنان حالا به سطوح مدیریتی باز شده و کیف پولشان هم پرتر از قبله. گرچه هنوز هم شمار مدیران زن در شرکت‌های فوتسی 100 یا همان 100 شرکت برتر بورس لندن در مقایسه با مدیران مرد در این شرکت‌ها کمتر است، اما بیشتر شدن ثروت در دست زنان می‌تواند نشان از آینده‌ای متفاوت باشد. سهم زنان از کل ثروت جهان در قرن 21 میلادی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته بالا رفته. حالا سهم زنان به مردان نزدیک شده. هنوز بیشتر زنان از طریق ارثیه به ثروت میرسند، اما شمار آن دسته که با فعالیت اقتصادی به ثروت میرسند هم رو به رشد است. تحقیقات مختلف نشان میدهد که افزایش شمار زنان سرمایه‌دار نتیجه مستقیم افزایش مشارکت اقتصادی زنان است. فرهنگ مدرن بیشتر پذیرای زنان کارآفرین است و این موضوع در بخش فناوری و صنایع مرتبط با آن نمود بیشتری هم دارد. من روکسانا ورزا هستم، مدیر عامل سشن اف، بزرگترین کمپ استارتاپی جهان که در پاریسه. روکسانا یک نمونه موفق از زنان سرمایه گذار است. او با همکاری یک میلیاردر فرانسوی به نام خاویر نیل توانسته به توسعه بیش از 1000 استارتاپ کمک و در بعضی از آنها سرمایه گذاری کند. روکسانا معتقد است فضا هیچ وقت برای زنان سرمایه گذار اینقدر مناسب نبوده. من فکر میکنم توی سالهای اخیر تحولات زیادی رخ داده. حدود 10 سال پیش زنان نقش مهمی در سرمایه گذاری و بنیانگذاری استارتاپ ها نداشتند. به وضوح میبینم که این شرایط تغییر کرده. به نظر من اکوسیستم بخش فناوری الان برای فعالیت زنان مناسب تر از گذشته است. به نظر من الان بهترین زمان برای یک زن کارآفرینه که در حوزه تکنولوژی کار میکنه. توجه زنان به مسائل احساسی و تمرین آنها برای درک اطرافیانشان نوع جدیدی از مدیریت را به دنیای تجارت آورده. همچنین در روش سرمایه گذاری و طراحی محصول اثر گذاشته. تحقیقات اخیر بانک‌های مورگان استنلی و کردیت سوئیس نشان می‌دهد زنان مدیر از روش‌های متفاوت با مردان برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، ضمن آنکه می‌خواهند پروژه‌هایشان علاوه بر کسب سود به جامعه و محیط زیست هم سود برساند. علاوه بر اینها در محاسبه مخاطرات سرمایه‌گذاری دقت بالایی دارند. فکر میکنم زنان بینش و تجربه خودشون رو به سازمان‌ها اضافه میکنن و هر نگاه و ایده جدید و متنوع روی نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تأثیر میذاره. بارها دیدم که در روش‌های کلاسیک یا همون روش مردانه مدیریت یه سری پروژه‌های به خصوص نادیده گرفته میشن. اما امروز با حضور بیشتر زنا و دیگر گروه‌ها در دنیای تجارت، نوع محصولات عرضه شده به بازار و نوع سرمایه گذاری ها تغییر کرده. یکی از اصول مهم در سرمایه گذاری به اصطلاح نگاه از لنز دوربین گروه‌های مختلف است. نگاه یک زن، یک مرد و یا یک دوستدار محیط زیست. این روش می‌تواند ریسک سرمایه گذاری را کم کند. حضور زنان در سطوح مدیریتی به این کار کمک می‌کند. آنها جنبه‌هایی از سرمایه‌گذاری را می‌بینند که روش‌های قدیمی به آنها کمتر اولویت داده. مسائلی مانند محیط زیست و تأثیر سرمایه‌گذاری در بهبود شرایط اجتماعی. نمیشه تمام زنان رو جمع بست. هر زن یک تخصص و قابلیت رو به تیم اضافه میکنه. با تمام این اوصاف من فکر میکنم حضور زنها در تیم مدیریت بنگاه‌های تجاری یک پیغام به آیندگان داره و اون اینه که نظرها، سلیقه‌ها و افراد با ایده‌های متنوع باید در تجارت مشارکت داشته باشن. من استارتاپ‌هایی رو میشناسم که متوجه این موضوع شدن و آماده تغییرن، چون به تیمشون نگاه میکنن و میبینن همه مردن. اونا میدونن که برای خلاقیت و نوآوری به ایده‌های متنوع نیاز دارن. Here she is, Miss Thelma Chalmers, Britain's fastest typist. این تصویر دیگر تنها تصویر از زنان شاغل نیست.
سال هاست که در بسیاری از نقاط جهان حضور بیشتر زنان در عرصه سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه های تجاری راه آنها را برای رسیدن به آینده‌ای برابر با مردان هموار کرده. آنها میگویند تا رسیدن به این برابری هنوز راه زیادی مانده، اما آینده را تلاش امروز رقم میزند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. گفتگویی داریم در همین زمینه با دو میهمان، فهیمه ایثار رئیس شرکت تولید آب آشامیدنی نوشافرین از کابل با ما، و همینطور اینجا در استودیو دوری دانا حائری کارشناس سرمایه گذاری در تکنولوژی در استودیو. خانم حائری، اول سوال رو از شما میپرسم. بسیار گفته میشه که زنان باید وارد عرصه‌های مدیریتی بشن، در گزارش هم به خوبی بهش اشاره شد. فکر میکنید که چنین اتفاقی اگر بیفته مهمترین تغییری که ایجاد خواهد کرد چقدر بود؟ قبل از اینکه شروع کنیم میخواستم بگم که با وجود که فارسی شکر است و بر من خیلی اهمیت داره و در حقیقت من تراستی پرژه ایژوکیشن هستم که خیلی برای ایژوکیشن تحصیل و ادامه فارسی زبان صحبت کردن برام خیلی اهمیت داره. تمام کارهایی که کردم تا حالا به زبان فارسی نبودن و خیلی از واژه ها فارسیشون برام مشکل، بنابراین اگه چیزی گفتم که احتیاج به ترجمه داشته کمک کنید. حتما اگه بتونم، چرا که نه. خیلی ممنون. چیزی که برام خیلی مهمه صحبت کردن راجع به تغییری که، یعنی تفاوتی که زنها وقتی که دارن سرمایه گذاری میکنن با مردا دارن. طبیعتاً زنها با مردا فرق میکنن، همونطور که مثلا میگیم که انواع اقسام و کارها رو زنها در آن واحد میتونن بکنن که مالتی تاسکینگ هست که میگن مردا نمیتونن بکنن. زنها خیلی انعطاف پذیرتر از مردا هستن و یکی از خصوصیت های دیگرشون وقتی که در سرمایه گذاری میکنن اینی هست که خیلی طولانی مدت به یک سرمایه گذاری نگاه میکنن. در حقیقت وارن بافت که بزرگترین سرمایه گذار و شاید موفق‌ترین سرمایه گذارهای دنیا هست، بعضیا میگن که مثل زنا سرمایه گذاری میکنه، برای خاطری که طویل المدت نگاه میکنه. اینطوری نیست که وارد بشه خارج بشه وارد بشه خارج بشه، چون هر دفعه این کار رو میکنی مقادیر زیادی خزینه از دست میدی. و موارد دیگه که به نظر من زنا رو جدا میکنه نگاه کردن به جزئیات. مثلا من یکی از کارمندام ممکنه بفرستم برای یه تحقیقی، مرد و زن هر دوشون بر میگردن و اصل مطلب رو به این میگن، ولی زنا مقادر زیادی باریکتر از مو بر من بر میگردونن و برای همین هست این موقعیتی که میتونن سافت دیتا بر من پیدا کنن، واقعا نگاه کنن ببینن زیر لایه ها رو نگاه کنن و تمام این موارد سرمایه گذاری زنا رو با مردا متفاوت خواهد کرد، نه اینکه یکی بده یکی خوبه. بسیار خوب. خانم ایثار، شما چی فکر میکنید؟ از نظر شما اگر در جامعه مثل افغانستان سرمایه گذاران زن بیشتر بشه، حضور زنان در بخش‌های اقتصادی خصوصا در زمینه‌های مدیریتی بیشتر بشه، چه تغییری رو خواهیم دید که الان نمی‌بینیم؟ خب من فکر میکنم که امرقم حضور هر زن در جامعه در هر بخشی میتونه تغییرات را در دید جامعه، در فرهنگ جامعه بیاره، همینطوری در پستای مدیریتی و در عرصه تجارت حضور زنها میتونه دید جامعه افغانی را بازتر کنه نسبت به سهمگیری زنها نه تنها در عرصه تجارت و اقتصاد، بلکه در عرصه سیاست و تغییر آوری فرهنگی در این جامعه. مشخصا منظور من عرصه اقتصاد بود، به این معنا که آیا فرض بفرمایید بهره‌وری بیشتر میشه، آیا سود اقتصادی در یک پروژه اگر در اختیار زنان قرار بگیره بالاتر خواهد رفت؟ من سوال شما رو متوجه نشدم، میشه تکرار کنید لطفا؟ یک مقداری ممکنه به دلیل مسافت دیر صدای من رو بشنوید. سوال من این بود که اگر زنان در عرصه‌های مدیریت و سرمایه گذاری باشند، آیا اونها بهتر از مردها عمل میکنن؟ به این معنا که اون شرکت، مثلا شرکتی که شما خودتون دارید، سودآوری بیشتری خواهد داشت
منفعت مالی بیشتری خواهد داشت؟ به نظر من زنها و مردها دید متفاوتی نسبت به مدیریت دارن و رفتارهای متفاوتی در مدیریت دارن، ولی سوداوری یک بزنس را، یک تجارت را آدم نمیتونه به این وابسته بدانه که حتما اگر زن باشه مدیر یک شرکت میتونه سوداورتر باشه یا مرد باشه. ولی خب طبیعتا زنها دید ظریف‌تری نسبت به بعضی مسائل دارن و به جزئیات بیشتر توجه میکنن. امکان داره که بعضی از مسائل را در نظر بگیرن در مدیریت و در پیشبرد تجارت و در حساب کتاب و در تصمیم گیری هایی که در دراز مدت میتونه روی سوداوری شرکت تاثیر داشته باشه، در این مسائل میتونم کارهای را انجام بده و یا شیوه هایی را به پیش بگیره که بتونه سوداورتر باشه. ولی این منافع این نکته نیست که مردها هم میتونن همچین کارهایی را بکنن. خانم شاید من یک کلمه راجع به این مطلب بتونم بگم، یه چیزی که در حقیقت همین سوالی که میکرده اگه ممکنه، به خاطر اینکه آمار نشون میده که مردها خیلی عجولتر هستن در تصمیم گیریشون و زنها یه کار دیگه که میتونن بکنن، چون به جزئیات نگاه میکنن. اگه یکی از سرمایه گذاریاشون داره سود به سود نمی انجامه، خیلی زودتر میتونن ازش جدایی بکنن، چون مردا خیلی به خودشون یعنی کانفیدنس خیلی زیاد دارن، اطمینان زیاد دارن، شاید به خاطر تستوسترون نمیدونم هر چی هست، میتونه خیلی خشونت بیشتر دارن و عجول هستن. بنابراین میتونیم بگیم که زنا در بعض موارد به علت دقتی که دارن میتونن لاس میکینگ یعنی ضرر رو جلو زیان رو بگیرن. خب همینجا بحث ریسک پذیری چی میشه؟ گاهی وقتا گفته میشه که اگر شما میخواید یک سرمایه گذار موفقی باشید، اگر میخواید وارد یک تجارتی بشید، باید شجاعت این رو داشته باشید که خطر رو قبول بکنید. بله، اینو قابل قبول هست که میگن که زنها خیلی ریسک کمتر میگیرن تا مردا، ولی اینو میخوام باز کنم. همونطور که فیلم خیلی قشنگتون نشون داد، قرنها مردا روی کار بودن، بنابراین برای زنها خیلی مشکل بوده که وارد کار بشن و زنها ریسک کمتر از مردا میگیرن. ولی این به علت تمام اون اریاهایی که بود که صحبت کردم، یعنی که به سود گرفتن براشون خیلی اون اهمیتی رو که برای مردا داره نداره، یعنی طولانی تر به چیزی نگاه میکنن، نگاهشون دراز مدت تر هست. خانم ایثار، شما خودتون یک شرکت رو دارید اداره میکنید، شرکت تولید آبهای معدنی، آبهای نوشیدنی، چقدر کار پرخطر و پرمشکل و سختی بوده در مقایسه با مردانی که ممکنه کار مشابه شما رو بکنند؟ خب عرصه ای که من کار میکنم، تصفیه آبهای نوشیدنی، بیشتر در اکثریت جاها و بیشتر در افغانستان یک فضای کاری مردانه هست، به خاطر که مستقیم با بازار ارتباط داره و تولیداتش قدر داخل کارخانه و قدر مسئله بزرگی نیست. بزرگترین مسئلهش بازار و مارکتینگ و جذب و نگه داشته مشتری هست. برای من سختی هایی را که این شرکت داشته بیشتر به خاطر فضای مردانه بیرون بوده که من به عنوان یک خانم خودم مستقیم نتونستم از طرف به نمایندگی شرکت خود در بیرون کاری بکنم. من حتما باید به خاطر فضای فرهنگی که در افغانستان حاکم هست، حتما باید کارمندای مرد داشته باشم که با بازار در ارتباط باشن و این خودش برای من چالشی بوده که از روز اول من تصمیم داشتم که این چالش رو بشکنم، ولی هنوز موفق نشدم، به خاطر که هر باری که من بخوایم با مواد تبلیغاتی شرکت خود برم بیرون،
کسی او قدری که به یک مارکتر مرد اعتماد میکنن و به یک توزیع کننده مرد اعتماد میکنن، به یک خانم حتی اگر رئیس اون شرکت و سرمایه گذار اصلی شرکت باشه، با نه دقت میکنن، نه توجه میکنن و نه کوشش میکنن طرف شون، بیشتر به خاطر اینکه خانم هست. و این مشکلات سر راه ما در این کار و فضای مردانه بوده که من مطمئن هستم نه تنها در عرصه‌ای که من کار میکنم، در عرصه های دیگری هم مشکلات مشابه وجود داره. خانم هایری، آینده مدیریت اقتصادی، ما نگاهمون در این برنامه ها به آینده است، انتقال تجربه به نسل بعدی در گزارش شیدا خیلی اشاره مختصری شد، شما فکر میکنید که چقدر فضا برای این فراهمی که نسل بعدی نسلی باشه که زنان بیشتر در اون سهم داشته باشن در این زمینه خاص؟ خیلی سوال خوبی هست برای خوده که من نمیخوام که زنا رو استریوتایپ کنم که بگم همشون یه جور هستن و مردم همه یه جور هستن. به نظر من مهمترین کار اینه که یک بالانس ایجاد بشه و یک هماهنگی بین زنها و مردا، یعنی هر دو رو ما احتیاج داریم برای اینکه واقعا سرمایه گذاری به اون طوری که ما به نام دایورسیفیکیشن میگیم که بهترین سرمایه گذاری هست. یه ایریای دیگه که خیلی مهمه راجبش صحبت کردن، صندوق‌های سرمایه گذاری جدیدی هست که بهش میگن ایمپکت اینوستمنت، که در حقیقت خیریه نیستن ولی تمامشون راجع به تأثیری که ممکنه داشته باشن برای تندرستی، برای تحصیل، برای محیط پاک، زیست پاک، گرین انوایرمنتال، تمام اینا این ایمپکت اینوستمنت ها خیلی چیزای جدیدی هستن که به نظر من ورود اجازه دادن به زنها که بیشتر وارد کار بشن به علت طبیعتی که زنها دارن خب به تبع حاصل آید که بتونن واقعا یک اثر خیلی مثبتی داشته باشن. ما میدونیم که قرن هاست که زن مردا هم we've always had Lehman brothers ولی Lehman sisters نداشتیم و فکر میکنم که اگر اجازه داشته باشیم که یک بالانس و یک هماهنگی ایجاد بشه بهترین سرمایه گذاری رو خواهیم داشت. Impact investing رو اینجا بیشتر سرمایه گذاری مؤثر ترجمه کردن. ممنونم از شما خانم هایری، دوری دانا هایری اینجا در استودیو ما، همینطور فهیمه ایسا رئیس شرکت تولید آب آشامیدنی نوشافرین از کابل با ما. خیلی ممنون. اما ظریفه قفاری یکی از دو شاروال یا شهرداران زن در افغانستانی که در یک ولایت نچندان امن در این کشور کار میکنه، در نخستین روز کاری او مردان خشمگین با حمله به شهرداری میدان شهر با حضور او در این پست مخالفت کردند. با وجود محدودیت ها خانم قفاری به یکی از مدیران موفق در ولایت میدان وردک بدل شده. او که 26 سال دارد یکی از 19 زنی است که در بخش رهبران و مدیران الهام بخش در فهرست امسال 100 زن بی بی سی قرار گرفته. وقتی به بازار برآمدم، موترا گدود روی سرک ایستاد بودن، ترافیکا را گفتم موترا را گوشه کنین. ترافیکا یک نوع برخورد سرد کردن. یک صدا کردم که ایجا بیا میخوایم امروز گپ بزنم. بعد دو سه بار سر صدا کردم پیشم نامد، بعد از اینکه باز یک از دیگه بعد گفت که شاروال است، بعد از او پیشم آمد ایستاد شد. دکاندارا را وقتی پیشان رفتم، یک بچه جوان بود روبروی دکانش، کثافات بود، برش گفتم پایین چوی کثافات جمع کن، به بسیار آواز بلند و قهقه خنده میکرد، به نوع ریشخند میزدن. فیلال روابط بسیار خوب با شورای مردمی، با جوانا، با بزرگای قومی، با اصناف، با همه مردم داریم. خانمایی که بی بضاعت هستن میخواین از مقام ولایت همکاری و کمک دریافت کنن، اول به اداره ما میاین، پیش ما میاین، بر ما میره میگن که ما اینجا میاییم به این خاطر که مطمئن هستیم جای یک زن است و زن صدای ما را میشنوه. وقتی ما اول به اداره رفتم، ما یگانه زن اداره داخل اداره شهر ولی میدان شهر بودم، ولی فیلال حدود 10 تن از کارمندای طبقه اوناس شهرداری میدان شهر داره. آرزو دارم بیشتر و بیشتر شوند، چون باور دارم بانوا و یا هم زنا صادقانه و کامل کار میکنن.
50 سال مکمل زنای افغان صدا نکشیدن، زنای افغان کس نشنیده، زنای افغان کس حتی اجازه حرف زدن ندادن. حال وقت چانس برشان میسر میشه، با تمام جان کار میکنن و خدمت میکنن. بزرگترین دستاورد را که ما در این هفت ماه میشه از او صحبت کرد، یک مارکیت با 16 دکان که باز بانوا ساخته میشه داخل میدان شهر و بانوا میتونن در این خرید و فروش آزادانه خود داشته باشن. بزرگترین مانع بی‌باور بودن بانوا بالای خودشان است. وقتی یک زن بالای خود باور داشته باشه، خود باوری میتونه انسان به همه جا بکشانه. امشب با ساز عود برنامه رو به پایان میبریم با نوازندگی ریچل ویلسون.